کمیسر عالی شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ونزوئلا خواستار گفتگو برای پایان بخشیدن به ناآرامی‌ها و انجام تحقیقات مستقل و بیطرف درباره خشونت نیروهای امنیتی ونزوئلا شد. گفته می‌شود در جریان این خشونت‌ها 20 نفر کشته و 350 تظاهرکننده دستگیر شدند. گزارشی ببینیم از فرشته رستگار. وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از به رسمیت شناختن ریاست جمهوری یکی از مخالفان دولت ونزوئلا به تعدادی از دیپلمات‌های خود دستور داد که آن کشور را ترک کنند و از شهروندان آمریکا خواست که خروج از ونزوئلا را در مد نظر داشته باشند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت: ما این تصمیم را بر اساس برآورد وضعیت امنیتی کنونی در ونزوئلا گرفتیم و قصد بستن سفارتمان در آن کشور را نداریم. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دفتر کشورهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی در واشنگتن به کشته شدن چند نفر در تظاهرات چهارشنبه اشاره و به نیروهای انتظامی هشدار داد. ما از نیروهای امنیتی ونزوئلا می‌خواهیم که امنیت خوان گوایدو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا را تضمین بکنند. تعداد زیادی از تظاهرکنندگان دیروز کشته شدند و صدها تن دستگیر شدند. من بار دیگر هشدار می‌دهم به بازماندگان رژیم مادورو در خصوص سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم ونزوئلا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی به رسمیت شناختن ریاست جمهوری رهبر مخالفان دولت ونزوئلا به صراحت به نیکولاس مادورو هشدار داد که مقدمات انتقال صلح‌آمیز قدرت را فراهم کند. پرزیدنت ترامپ تاکید کرد که در صورت رویارویی مادورو با خواست مردم ونزوئلا، آمریکا همه گزینه‌ها را در مد نظر دارد. در همین حال، خوان گوایدو چارچوب کلی مراحل انتقال قدرت را آماده و ارائه کرده است. برای احیای ونزوئلا کارهای زیادی باید انجام شود و من تاکید می‌کنم که این کار باید با مشارکت همه بخش‌ها انجام شود. ما با اعضای جامعه بین‌المللی و جامعه مدنی ونزوئلا ملاقات کردیم. بسیاری از مقام‌های دولتی و طرفداران سابق چاوز نیز به ما پیوستند. من سه مرحله را برای گذار و انتقال قدرت در نظر گرفتم تا این دوران بی ثبات و بلا تکلیف را به سلامت به سوی انتخابات آزاد طی کنیم. تا کنون علاوه بر آمریکا، کانادا، برخی کشورهای اروپایی و چند کشور آمریکای لاتین از ریاست جمهوری گوایدو حمایت کردند. اما مناقشه بین‌المللی بر سر پذیرش رهبری کشور ونزوئلا روز پنجشنبه در پی حمایت چین و روسیه از نیکولاس مادورو دامنه و عمق بیشتری یافت. ایران و سوریه نیز از مادورو حمایت کردند. فرشته رستگار، صدای آمریکا.